به خدا خانش کتاب نگهبان دروازه ارتباط با ارواح از کانال ما تیو قسمت 21 فصل نهم. من و شوهرم بیل با دوستانمان شریل و داگ این پیغام ها را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و روزانه تمام تمرین ها را انجام می دادیم. ما از نگهبان دروازه و دوستان ارواح دیگرش منفعتهایی به راستی بسیار زیاد برده ایم. جلسه ما در شب بعد ادامه یافت. باتریشیا سلام، حال شما امشب چطور است؟ آیا برای شروع جلسه آمادگی دارید؟ نگهبان دروازه شب بخیر. مطالعات شما در زمینه این جلسات عالی بوده است. این نوشته ها برای مطالعات گروهی و دسته مورد استفاده و کاربرد قرار خواهند گرفت و روش ها و نحوه های مختلفی برای حفظ و نگهداری بیشتر سلامتی و تندرستی در اختیار مردم دنیای شما خواهد گذاشت. پاتریشیا من دارم کم کم یک تصویر روشن و واضحی از کل غذایا به دست می آبرم و دارم کم کم درک می کنم که چطور و چگونه کالبدها از یکدیگر جدا و مستقل می باشند. واقعا جالب و مجذوب کننده است. من از همین حالا از جدایی و فردیت آنها آگاه شدم. اینک خیلی چیزها را بهتر می فهمم. بیل شوهرم ما را به یک مدیتیشن هدایت کرد و از ما خواست که تمام های فیزیکی، عاطفی، ذهنی و روحیمان را در نظر مجسم سازیم که دایره ای تشکیل داده و دست های همدیگر را گرفتند. من عملا کالبوت های متفاوت بدنم را احساس کردم که به یکدیگر ملحق می شود. من می توانستم یکی که آنها را به طور جداگانه مورد بررسی و نظر قرار بدهم و همه آنها شخصیت و روحیه هایی کاملا متفاوت از یکدیگر داشتند. نگهبان دروازه شما اینه کارهای بیشتری برای انجام دادن دارید زیرا آگاهتر از پیش شده اید. به قول زربل مسئله شما، بایستی هر دو طرف سکه را ببینید. قوه ادراک شما از بینش بیشتری برخوردار گشته و شما می توانید نقص ها و ایراد های خودتان را بیشتر ببینید. شما باید از این بینش نوینتان حد اکثر بهره را برده و از قدرتتان برای حفظ کردن هر نوع کمبود و نقص و ایرادی استفاده نمایید. برای زندگی کردن در بالاترین اندازه ارتعاشی باید در کمال صلح و آرامش زندگی کنید. زندگی کردن در کمال آرامش با وجود خودتان و دنیایتان هنگامی ممکن می گردد که شما هر نوع قضاوتی را از خود دور کرده و حذف نمایید. پذیرش و قبول برای شما آرامش و صلح بیشتری برمغان می آورد. شما قادر به کنترل کردن دنیایتان نیستید. شما می توانید کمبودها و نقص های آن را قبول کرده و کوشش کنید تا از آن محل بهتری پدید بیاورید. این پذیرش زندگی یک خصلت و کیفیتی مربوط به یک روح روشنبین و دارای بینش بالا می باشد. درک و آگاهی از التفات و وقوف می آید. قد بیشتر واقف باشید و بینش داشته باشید تا کل را ببینید، پذیرش و قبول شما هم بیشتر می شود و کل را راحت تر خواهید پذیرفت. انتقاد یک نوع جادوی سیاه است. انتقاد باعث بروز حس قصاوت شده و تولید شک و ابهام می کند. میدان انرژی قربانی مورد انتقاد واقع شده به طور اتوماتیک و خودکار ضعیف می شود و تنزل پیدا می کند. این ضعف و سستی به وسیله خشم یا عقب میدان انرژی پدید می آید. تعریف و تشویق یک نوع از درمان و شفادهی است. تشویق باعث تثبیت و تایید خصلت‌های خوب می گردد و میدان انرژی شخص را بست و گسترش می دهد. به این خاطر از انتقاد استفاده می شود که راه حل‌های دیگری ارائه نشده و مورد استفاده قرار نگرفتند. راهنمایی و هدایت با محبتی گرم و مثبت و احساسی خوب جایگزینی برای انتقاد می باشد. اگر از هیچ نوع احساس مثبت و مطبوعی استفاده نشود، هیچ نوع هدایت و راهنمایی مورد پذیرش قرار نمی گیرد. گروه ها و استادان شما دم از افکار و اندیشه های فلسفی می حالانکه که هیچ چیز مگر یک مشت سخنان عاقلانه نیستند. شما همه اتان می توانید از کالبوت های ذهنیتان استفاده نموده تا از عقل و منطق گفته های من خبر پیدا کنید و آنها را درک نمایید. از عقل و درایت گروه ها و استادهایتان به نحو حوشمندانه تری استفاده نمایید. فضیلت گفته های آنان را دریابید و آن را به عنوان تصدیق و تعییدیهی مورد استفاده قرار بدهید و آن چیزهایی را که ذهنتان می داند راست و صحیح است مورد اجرا بگذارید. کالبد ذهنی شما دارای عقل و هوشمندی و دانش گردآوری شده زیادی است که به وسیله تجربیات قبلی روح شما جمع گشته است. کالبد ذهنی دارای نزدیکترین ارتباط با روحتان است. شما از طریق قابلیت های روشنبینانه و قوه درک مستقیمتان می توانید به روحتان برسید. شناخت و آموزش این قابلیت های بینش و قوه درک مستقیم قدمی عظیم در بود و دنیای شما به شمار می رود. بود یا سطح چهارم دارای این مشکلات مشابه نیست زیرا رشد و پرورش ذهن بزرگترین درس و تعلیم در آنجا محسوب می شود. آیا سوالی هست که میل داشته باشید بپرسید؟ پاتریشیا بله، در یک زمان چند کار می توان انجام داد؟ نگهبان دروازه شما می توانید هر چند نوع کار که می خواهید انجام بدهید. این کار نیاز به تداوم، استواری قدم، آگاهی و مهارت در زندگی کردن به گونه مفید و مسمر سمر در دنیای شما دارد. آن ریاضت و تمرینات ذهنی که به شما آموخته شد، به شما اجازه خواهند داد تا در آن واحد و همزمان به چند کار بپردازید. هر قد زمان جلوتر برود، زندگی شما نیز دارای مفهوم و معنای عمیقتری خواهد شد. همانطور که بذری دارای درایت و هوشمندی یک درخت می باشد، روح شما هم دارای عقل و درایت همگان است. این همان تخم و بذر موجود در درون شماست که شما را خلق کرده است، شما را شکوفا کرده است. بنابراین تمام عقل و فضیلت و درایت را در خود جای داده است. به جستجوی آن بذر بروید. هوشمندی آن را دریابید و درک کنید. آن را در حین شکوفا شدن مجسم نمایید. در برابر شکوفایی و زیبایی آن در یک حالت خلصه و تحسین فرو بروید. روحتان را با دقت و توجه تغذیه نمایید و مراقب نیازهایش باشید. به روحتان احترام بگذارید. جوهر کریستالی موجود در روح ثبات و تداوم دارد. این کریستال مرکب سراپا دانا و آگاه روح محسوب می شود. هماهنگی از سوی این کریستال به تمامی کالبودها سرازیر و پخش می شود. کالبد ذهنی با این کریستال ناآشناست و خود به تنهایی به جستجوی آن نمی رود. این روح است که باید انرژی ناشی از کریستال را رها نماید. این ارتباط بسیار حیاتی و اساسی است. شما بایستی بیاموزید که از کالبد ذهنیتان کاربرد بیشتری داشته باشید تا بسیاری از امکانات را مورد آزمایش و تجربه قرار بدهید. کاری که در سطح و دنیایتان معمولا زیاد انجام نمی دهید. کالبد ذهنی کاملا بیطرفانه و غیرشخصی عمل می کند و طبیعتا تجربه اندوخته شده و واقعیت آن را مورد ارزشیابی قرار می‌دهد. به کالبد عاطفی خود اجازه ندهید بر بیطرفی و غیرشخصی بودن کالبد ذهنیتان تأثیر بگذارد اگر کالبد عاطفی شما نیاز به شناخته شدن و مورد پذیرش واقع شدن دارد قادر است از ذهنتان کمک بگیرد تا به زور توجه را جلب کند اگر این وضعیت رخ دهد ده شما از حالت بیطرفی خود خارج شده و مبدل به شخصی خودخواه و متکبر و خودپسند میگردید کالبد ذهنی هرگز متعصب نیست زیرا اساسا بیطرف است این کالبد عاطفی است که به زور میخواهد نقاط ضعف خود را بر روی کالبد ذهنی اعمال نفوذ کند و در اکثر اوقات هم موفق می شود. کالبد عاطفی حالت امنیت ندارد برعکس آن کالبد ذهنی کاملا احساس امنیت می کند. زیرا دقیقا قادر به دیدن اوضاع است. هنگامی که کالبد عاطفی که ایجاد کننده خواسته ها و امیال است به همراه کالبد ذهنی که ایجاد کننده مسیر و هدایت است با هم کار می کند و از همکاری کالبد فیزیکی بهره من می گردند و از هدایت روح منفعت میبرند آن وقت است که حد اکثر نتایج را به دست می آورید. اگر شما روح را همچون راهنمایی فرض بگیرید که صاحب تجربیات بینهایت بیشتری از کالبدهای پسترتان است به طور اتوماتیک سطح آگاهی و ادراک خود را افزایش داده اید. یک نکته دیگر نیز هست که مایلم پیش از پایان جلسه امشب آن را گوش کنم. چهار کالبوت وجود دارد که تمام وجود شما را تشکیل می دهند. زمنان کریستالی هم در درون روح شما قرار دارد که شما را قادر می سازد با کل ارتباط برقرار کنید و تماس بگیرید و همینطور هم تداوم و ثبات قدم را حفظ نمایید. هر قسمتی از کل دارای یک سطح متفاوتی از آگاهی است. بدن که وسیله نقلیه ای بیش نیست با یک سری دانش و اندوخته های ذاتی و طبیعی خود برنامه ریزی شده است. کالبد عاطفی شما نیز با ضمیر آگاه سطح شما برنامه ریزی گشته است. کالبد ذهنی هم با بود و شدت و میزان کامل آگاهی و ادراک شما برنامه ریزی شده است. فقط روح شماست که دارای قابلیت منحصر به فرد هدایت و راهنمایی شما می باشد. جوهر کریستالی موجود در درون روح شما دارای تمامی دانش و آگاهی و اندوخته کل است. بنابراین در ارتباط ماندن با روحتان یعنی در ارتباط ماندن با کل و در ارتباط ماندن با هدف روح در درون این کل. بسیار مهم است که شما ارزش و اهمیت دانش بهرهمند شده را نشان داده و در معرض نمایش بگذارید. این گونه نمایش در تحقیقات در مورد این روش ها فراهم می شود. هنگامی که روش ها و شیبه هایی از یک سطح بالاتر به یک سطح پایین تر تعلیم داده می شود، شما ناچارید دقیقا از آنها پیروی کنید. این گونه روش ها را در سطوح بالاتر مورد آزمایش فراوان و تحقیقات بیشمار قرار دادند. و با ارزش و گرانبها دلقی می شوند. برای شما لازم است که ارزش و اهمیت این روش ها را نشان بدهید تا آنکه اشخاص بیشماری از آنها سود برده و منفعت ببرد. کسان زیادی دست به این روش ها خواهند زد و آنها را مورد آزمایش قرار خواهند داد. آن دست از کسانی که آزمایش کردند با نتایجی روبرو خواهند شد به شرط آنکه دقیقاً بر طبق دستورات عمل کنند. اینک دیگر رفع مزاحمت می کنم. مراحل شفادهی را از خاطر نبرید. شب بخیر. قوه بسیرت و روشنبینی من در حدود 20 سال پیش و کمی بعد از شروع جلسات مدیتیشن شخصیم شروع به رشد و پرورش نمود. قوه روشنبینی بسیرت باطنی یا همون بسیرت موافق حسی می باشد. در مراحل اولیه رشد و تکاملم من رنگ ها و طرحهای هندسی مختلفی میدیدم. گاهی از اوقات هم چهره های ظاهر می شدند، که در برابر پرده ی تصویر ذهن من نمایان می شدند. به تدریج و با مرور زمان من قادر گشتم جهان ارواح را با جزئیات بیشتر و بهتری ببینم. معما و راز آن هنوز باعث می شود که به جویندگی خود ادامه بدهم. میل دارم تا آنجایی که برایم ممکن است درباره خانه بعدیم اطلاعاتی جمعآوری نمایم. هنگامی که با ذهن منطقی و معقولی به این مسائل می اندیشم، گفته هایم به نظرم همچون نوشته های علمی تخیلی می آید. با این وصف همه چیز آن وجود دارد و در اکثر اوقات در پیش رویم اتفاق می افتد. من پیغام های بی نهایت دقیق و زیادی دریافت کردم تا در مورد ارزش و اعتبار آنها و موجودیت دوستان ارباهم هم شکی به دل راه ندهم. تجربیات قبلی من کوتاه مدت و مبهم بودند. یادم میآید در حدود 18 سال پیش کتاب های دانشمند و استاد الهیات معروف آلمان امانوئل سودنبورگ را در مورد گزارشاتشان درباره عالم ارواح در کتابی به نام بهشت و جهنم خواندم. او هیچ چیز را مبالغه نکرده بود. رنگ ها کاملا بر راه و درخشان هستند. با مخلوطی از زیباترین رنگ های ملایم که قادری در ذهنتان مجسم کنید. من خوشبختانه موفق شدم بعضی از این رنگ ها و تصاویر را که از عالم ارواح می آیند از طریق یک هنر مافوق حسی روحی که در این پنج سال اخیر سرگرم تجربیات و آزمایشاتی به آن بودم به زمین و دنیای خودمان منتقل کنم. دوستان ارواح من روشی به من نشان دادند که بتوانم آن انرژی را به راحتی منتقل نمایم به طوری که موفق به مطالعه و بررسی هنر و کارهای هنری بشوم تا باز هم اطلاعات و آگاهی های بیشتری در مورد عالم ارواح دریابم و یاد بگیرم. من عاشق هنر هستم زیرا مرا قادر می سازد که بعضی از تصاویر روشنبینانه زیبا و خارق العاده ای را با دیگر مردم سهیم شوم. نخستین جلسه من با نگهبان دروازه تماسی بود که هرگز از خاطر نخواهم برد. در حین جریان یافتن ارتباط از طریق حرکت معمول دستم بر روی کاغذ من به گونه‌ای روشن بینانه برای نخستین بار همه اتفاقاتی را که رخ میداد می توانستم ببینم. زمیر آگاه من اتاق را ترک گفت و من به عالم ارواح رفتم. من همه چیز را دیدم و تجربه کردم و احساس کردم. در عین حال هنوز خود را که بر روی تخت نشسته بودم و مشغول نوشتن بودم به خوبی می دیدم. نگهبان دروازه مرا به یک زن بینهایت زیبا و جذاب معرفی کرد و این زن مرا به مسافرتی برد که هنوز اغلب به آن میاندیشم پاتریشیا سلام آیا کسی هست نگهبان دروازه بله منتظر شما بودم من پیشتر وقتی سرگرم نقاشی بودید با شما بودم پاتریشیا من دارم یواش یواش درک و فهم واضح و روشنی از نحوه دیدن وجود کاملم با تمام کالبدهای متفاوت موجود در درونش به دست می آورم. نگهبان دروازه بله شما دارید کم کم به این گونه افکار و اندیشه ها عادت می کنید. خیلی مهم است که عادت پیدا کنید و یک احساس طبیعی را تجربه نمایید و شروع به تشکیل یک سری زمینه های فکری سالم و بینقصی در هر کاری که انجام می دهید به دست بیاورید. امشب مایلم یک انرژی را به شما معرفی کنم. که افکار و ایده های جالب و کمک کننده ای به شما ارائه خواهد داد. این انرژی معنس از یک دنیا و بعد موازی و مشابهی می آید و مایل است اگر من بتوانم ترتیب این کار را بدهم شما را به آنجا ببرد. این کار اندکی سخت و دشوار خواهد بود و با دفعات قبلی فرق دارد. زیرا من می خواهم شما هم به نوشتن خود ادامه بدهید و هم نظارگر و تماشاچی باشید. آیا متوجه سخنان من می شوید؟ به نگاه کردن به صفحه کاغذتان ادامه بدهید. به زودی صفحه کاغذ مبهم خواهد شد. شما به نوشتن مطالب کماکان ادامه خواهید داد. به کاغذ همچنان بنگرید. پاتریشیا دارم کم کم رنگهای ارغوانی و بنفش و یک رنگ سایه روشن آبی متمایل به سبز را که توصیفش دشوار است احساس می کنم. من یک زن بی نهایت زیبا با تیره که به عقب برده می بینم. پوست صورتش بی سفید است و پیراهنش عین یک لباس شب بلند می ماند. نگهبان دروازه او به دنیاها و بودهای زیادی مسافرت می کند و بنا به میلش به هر کجا می رود. زیرا او آموخته است که چگونه به کمک افکار و اندیشه هایش مسافرت کند و در بسیاری از دنیاها ظاهر می شود. او مایل است شما به او ملحق شوید. پاتریشیا، چطور و چگونه می توانم این کار را انجام دهم؟ نگهبان دروازه به نوشتن ادامه بدهید و بنا به دستورات من عمل کنید. بعدها و دنیاهای زیادی وجود دارد. گشت و گذار و دیدار از این بعدها وظیفه و مأموریت او محسوب می شود. او داده ها و اطلاعات اندوخته شده در طول مسافرت هایش را جمعوری نموده و آنها را به دنیای خودش می برد. این داده ها را برای مشخص کردن آینده ی کره شما مورد استفاده قرار می دهند. دلائل و علل زیادی برای این گونه مسافرت های میان بودی وجود دارد. این سطح به خصوصی که داریم در مورد آن بحث می کنیم و شما از آن دیدن خواهید کرد یک ایستگاه و لابراتوار و آزمایشگاهی سیار است که فقط برای اهداف مطالعاتی و بررسی اوضاع تأسیس و ساخته شده است. پاتریشیا، من دیگر او را نمی بینم. او را از دست دادم. دیگر هیچ چیز نمی بینم. نگهبان دروازه. باز هم به نوشتن ادامه بدهید. در اینجا مقداری اطلاعات مهم است که میل دارم شما آنها را دریافت نمایید. خود را در یک حالت ادغام مجسم کنید. خود را با این انرژی معنیس یکی ببینید و یکی احساس کنید. این کار را از طریق ارسال انرژیتان به سمت انرژی او انجام دهید. او با شما ملاقات خواهد کرد و با انرژی شما یکی خواهد شد. او شما را به دنیای خودش خواهد برد. پاتریشیا آخر چطور این کار ممکن است؟ نگهبان دروازه شما با انرژی او واحد و یکی خواهید شد و واقعیت او را تجربه خواهید کرد. آیا آماده ای؟ پاتریشیا بله من آماده هم. حال او را واضحتر می بینم. خیلی زیباست. احساس می کنم انرژی های من به سمت همدیگر می بند. احساس می کنم دارم عقب عقب و با سرعتی خیلی خیلی زیاد به سمت بالا می روم. احساس می کنم دارم با سرعت زیادی حرکت می کنم. دارم حس می کنم از درون آب می گذرم. رنگ های بسیار تند و زنده می بینم. رنگ ها تقریبا حالتی محتابی دارند و از کنارشان رد می شوم. گمان می کنم به نقطه بسیار دوری می رویم. اینک داریم از درون چیزی عبور میکنیم و احساس میکنم مثل که دارند مرا از درون چیزی بیرون میکشند من درون چیزی یا محلی هستم من در زیر آب هستم اما قادر به تنفس هستم همه جا ساکت و روشن و واضح است به نظر میرسد در هر سو آب دیده میشود اما درست مثل وقتی که در هوای آزاد باشم قادر به تنفس هستم آب اینجا عین هواست من اشخاص زیادی را در یک اتاق گرد مشاهده می کنم. آنها دارند تابلوی را در مقابلشان مطالعه و تماشا می کنند. من و دوستم به سرعت نور مسافرت می کنیم. من شکل او را نمی بینم. تنها یک نور براغ سبز احساس می کنم. احساس می کنم نورهای من با هم دیگر هستند. ما قابل رویت نیستیم. اما می توانم به خوبی احساس کنم که او دارای قابلیت ظاهر شدن و پیدا کردن شکل فیزیکی در هر زمانی که بخواهد می باشد. نگهبان دروازه درست است. او قادر است هر وقت که بخواهد به اشکال مختلف در بیاید. پاتریشیا آیا بقیه می توانند او را در همه وقت ببینند؟ نگهبان دروازه بستگی دارد. اگر او از شکل نوری خود استفاده کند، تنها اشخاص معدودی می توانند او را ببینند. پاتریشیا من از این حالت تنفس که به این سهولت صورت میگیرد خیلی متعجب و شگفت زدم. طوری است که انگار دارم با نفس می کشم. میزان و سرعت تنفس من به حد قابل توجهی کنتر شده است. من دارم از روی شانه های تعدادی مرد به یک سری نقشه با علائم و نشانه هایی نگاه می کنم. بله در روی این نقشه ها علائمی دیده می شود. آن زن نگاهی به من انداخت و من ناگهان می فهمم این نقشه ها برای چه کاری هستند. من می دانم که این نقشه ها برای ثبت فشارهای هوا و همینطور هم میزان افزایش فشار در یک مدت زمان مشخص می باشد. بدون شک این کار آن زن بود که آن اطلاعات را به ذهن من منتقل نمود. مرا من تشویق می کنند که به دنبال دو شخص سفید پوش بروم. به نظر دارم از یک راهروی رد می شوم و داخل اتاقی می شوم. مردی در پشت یک میز عظیم بیزی شکل نشسته است. او یک میکروسکوپ بزرگی در روی میزش در کنار میز کارش دارد. او به من اشاره می کند که از درون دستگاه نگاه بکنم. من به چیزهایی نگاه می کنم که ظاهرا یک تعداد بیشماری ذرات کوچک و تیره و شناوری می باشند. ناگهان درک می کنم. این همان هوایی است که در اطراف است و من دارم آن را مورد بررسی قرار می دهم. ذرات هوا افزایش پیدا می کند. آنها دارند میزان پیشرفت و افزایش آن را محاسبه و مقیاس می کنند. آنها میل دارند تنفس مرا معاینه کنند. آنها مایلند مرا درون مخزنی قرار بدهند که دارای همان هوای دنیای خودم می باشد. من به سمت یک ماشین وسیع و بزرگ به رنگ سیاه قدم بر می که دارای زاویه ای اوریب از سمت چپ پایین به سمت راست بالا می باشد. فقط یک صندلی دیده می شود. دستگاه‌هایی را روی پیشانیم نصب می همین همینطور هم در اطراف شقیقه ها، بازوان سینه، پا و نواری هم در بالای سرم، در عقب و در نقطه شروع ستون فقراتم می‌گذارند. من از چیزی واهمه و ترس ندارم. احساس راحتی دارم و همه این احساس را در من ایجاد می‌کنند که در میان دستانی قابل اطمینان باشم ماشین مزبور در یک وضعیت افقی شروع به حرکت می کند. بالای آن پایین می آید تا بر روی سرم قرار بگیرد. هیچ اتفاقی نمی افتد. اینک یک صدای وزوز وز می شنبم. افزایشی را در ارتعاشم احساس می کنم. یا به گونه دیگر سرعت و افزایشی را در انرژی درک می کنم. درست مثل آنکه که شار شده باشم. تنفس من سرعت می گیرد. نفسم کوتاهتر به نظر می رسد. من علنا و به گونه مشخص و واضح آگاه به تنفسم می شدم و یک نوع فشار یا محدودیتی را در پشت و عقب گلویم حس می کنم. احساس راحتی نمی کنم. احساس من با شخصی که در یک ماشین نشسته باشد مشابه است. شخصی که دارد در ماشینی بسیار سریع حرکت می کند. یک نوع تنگی و فشار را در بالای سرم احساس می کنم. دیده من اندکی مبهم می شود. اما هنوز حالتی ناراحت ندارم. قلبم به نظر تونتر می تپد. اینک آن صدای وزوز وز پایان می گیرد و همه چیز آهسته می شود. ماشین متوقف می شود و سر این وسیله را بر می دارند و آن را باز می کنند. کمربندهایم را که در اصل همان امتداد نوارها و سیمها و غیره بود از بدنم باز می کنند و مرا بیرون می مرا را دوباره به همون اتاق اصلی اولیه برمیگردانند همون خانوم سیاهمو هنوز منتظر ایستاده است. احساس می کنم دارم به عقب می افتم. اندکی تلو تلو می خورم. سرم گیج می رود. درست عین حالتی را دارم که گهگاه هنگام سوار شدن در ماشین هایی در شهر بازی و پارک های تفریحی احساس می کنم. دوباره به حالت طبیعی برمیگردم. نخستین چیزی که احساس می کنم همان نوار تنگ دور سرم در قسمت عقب است. میزان تنفسم افزایش می یابد دقیقا همان احساس را دارم که در هنگام نشستن درون آن دستگاه داشتم. این تجربه ناگهان متوقف شد. اتاق خوابم در جلوی دیدگانم ظاهر شد. من هرگز پیش از این تجربه ای به این شکل نداشتم. من آنچنان در عالم ارواح غرق شده بودم که مطلقا حواسم به نوشتن نبود. این اطلاعات خیلی تکان دهنده بودند. قادر بودم احساس کنم که جو کره زمین دارد کم کم با ذراتی که تعدادشان مدام رو به افزایش است آلوده می گردد. آنها دارند مطالعه می کنند ببینند این آلودگی هوا تا چه اندازه و چگونه پیشرفت دارد. به خوبی قادر بودم احساس کنم که سلامتی و تندرستی ما به وسیله این آلودگی داشت تحت تاثیر قرار می گرفت و اینک می توانستیم از مشکلات آتی پیشگیری نماییم. اگر قادر بودیم مصرف هوایمان را به حداقل برسانیم احساس می کردم فراگیری روش صحیح تنفس برای آینده ما مهم محسوب می شد. پایان قسمت 21